بریم سراغ یکی از دوست داشتنی ترین افراد و سخنرانه امروزمون جادی میرمیرانی عزیز که میخواد در مورد بعد جادی رو تشویق کنیم من نمیبینمش تو سالن آو. <تص> چرا ممکنه کار کردن به صورت آزاد به نفع شما باشه خب به من گفتم بیا در واقع درخواست کنم هم خیلی خوشحال شدم با افتخار در مورد آینده وب حرف بزنیم ولی تخصص من خب آینده نیستش انسان فانی خیلی سخت میتونم مورد آینده حرف بزنم آخرین باری که آینده رو یادم میاد زمانی بود که اولین کتاب اینترنت هم رو دیدم کتاب در مورد اینترنت بود و من بزرگترین آرزوم این بود که یک بار تا آخر عمرم بتونم با اینترنت کار کنم 14 سالم بود حوالی سال مثلا هفتاد در نتیجه هیچ وقت که جرئت نمیکنم در مورد آینده حرف بزنم دو سال بعدش بود که در واقع میرفتیم از بقالی میگن چون میگن سر کوچه پنج, پنج ساعت اینترنت میخریدیم دو هزار تومن همه توش بودن دیگه در نتیجه در مورد آینده حرف زدن کار آدما نیست تصمیم گرفتم با یک روش جدایی بیام از آینده حرف بزنم تایمرم هم روشن کنم بزن بریم آره دیگه با لباس آدم نمیتونم حرف بزنم براتون در کار آینده و پیشگویی نیست از اون طرفم قرار دعوتتون کنم به یه چیز جذاب خب در واقع میخوام دعوتتون کنم به نرم افزار آزاد برای این شد که سعی کردم با تیپ دعوت کنندگان در خدمتتون باشم آینده ما آیا Free اوپن Source Software هست یا نه اینم که هی هشتگ رو میگن سخته واقعا سخت نیستش بیچاره هشتگ خوبیه future of the web day 2015 ولی نرم افزار آزاد چیه این یه خورده بزرگتر بود تو کامپیوتر من سافاری یه خورده خسته است ولی اوکی این باش نرم افزار آزاد ما به نرم افزاری میگیم که شما چهار تا آزادی رو بده برای داشتن چهار تا آزادی باید بتونین از هر نرم افزاری که دستتونه اجراش کنین اون جوری که میخواین این آزادی صفره گیم کنسولتون نمیتونه بهتون بگه این سی دی رو از یه جایی خریدی که جای خوبی نیست پس من رانش نمیکنم کامپیوترتون نمیتونه بگه به شما که ای این فیلمی که میذاری رو مایکروسافت گفته که من نباید واسط اجراش کنم پاراموند گفته که این فقط تو ریجن آسیای جنوب شرقیه اینو کپی کردی پس من نشونش نمیدم کامپیوتر من مال منه مثل ماشین من که اگه بهش دستور بدم بره تو دیوارم باید بره اوکیه؟ آزادی صفرمه آزادی یک چون شما برنامه نویسین موضوع پیچیده‌ای نداریم آزادی یک میشه آزادی دوم اینه که من باید بفهمم برنامه‌ام چه جوری کار می‌کنه نمی‌تونی من یه چیزی بدین بگین استفادهش کن ولی من ندونم اصلاً این چی هست بگین به جان من چیز خوبیه شما اجراش کن بعدا خوشحال میشی یا بگین نه همینه که هست من باید بدونم سیستمی که دست منه چه جوری کار می‌کنه این میشه آزادی یک دو میشه آزادی در واقع دو به معنی سه اینو دیگه توضیح نمیدم شما هستین همه چند نفر پیچیده که چرا از صفر میشمریم حل دو نفر شکست نفسی کردن اساتید ما اصلا حضورتاشون سومی که میشه دو اینه که آزادی اینه که هم میتونم کپی رو به شما بدم من یه چیز دارم خیلی ازش خوشم میاد شما هم میخواین ازش استفاده کنیم من براتون کپیش میکنم چه خطری الان ما رو تهدید کرد هیچ فقط شما لبخند زدید منم خوشحال شدم و آخریش اینه که میتونم توی آزادی یک نگفتم میتونم چیزی که دارم رو جوری که میخوام عوض کنم اگه یه خونه به من دادم میتونم خونم رو رنگ کنم اون رنگی که دوست دارم با این رول راحت ولی تو آزادی آخر اجازه دارم این تغییرم رو به شما هم بدم میتونم به شما هم بگم که از چه شید سبزی استفاده کردم که اینقدر خونم قشنگ شد میتونم این یارویی که پوشیدم رو بگم من اوکی الگوشو میذارم تو اینترنت هر کی میخواست برای خودش یه دونه بدوزه این یه مفهوم دیگه است در واقع من چهار تا چیز دارم که باعث میشه یک نرم افزار بشه نرم افزار آزاد آزادی استفاده به هر منظوری که میخوام آزادی خوندن اینکه این برنامه چه جوری کار میکنه و تغییر دادنش به شیوه‌ای که دوست دارم آزادی اینکه کپیام رو به شما هم بدم و آزادی اینی که کپی چیزایی که تغییر کرده رو هم به شما بدم ها چون یه خورده اسلاید تمام مطمود گفتم یه نفس ریلکس بکشین پنج ثانیه براتون سب میکنم که با این سگه خوشحال باشین از این دستگاه ها هم اگه ندارین بخرین یه دونه خیلی دستگاه خوبی هست است. چند نفر دارن؟ آفرین. اینجا پشت در من خودم عرضه میکنم. <تصفيق> 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 ولی حتی از پشت چهار را هم بخرین خیلی چیز خوبیه. تو کیش هم یه مغازه دراگو مارکت هست چیزای چینی میفروشه خیلی چیز باحال میرین تو همه چی 2000 تومنه از اینا تخصص من اونجاست واسه همه میخرم انقدر خوشحال میشم میگم واقعا این مال من جادی میگم آره خیلی خوبیه ولی چرا خوبه مستقل از اینه که باعث شما اونجوری خوشحال بشین بتونیم به دوستاتون کمک کنیم و بقیه داستان‌ها برای شرکت هاتون هم خوبه نرم افزار آزاد امنه نمیخوام باهاتون بجنگم که ویندوز نا امنه این امنه این خوبه اون بده ولی در کل ما مدعی هستیم که امنه بدون شک امنیت وابسته به سواد من و شماست من میگم ولو امنه ولی اگه باش برم تو دیوار خب یه چیزی میشه احتمالاً. یعنی اینجا هم اگه شما وردارین پورتاتون باز کنین همه چی رو پاک کنین میتونین خرابش کنین اونورم من با یه دونه پرایدم تا یه حد معقولی میتونم سعی کنم تا یه مدت محدودی امن باشم <applause> در واقع اتفاق بدی من نیفتاد تا وقتی اتفاق بدی نیفتاده بسیار پایداره در واقع خیلی از دنیا داره با این کار میکنه و قابل اتکاست من همیشه میگم لینوکس برای سر و تحت تیف خوبه یا حوصله دارم باش کار کنن یا اینجا کسی که اصلا با کامپیوتر نمیخواد کار کنه و من با علاقه واسه لینوکس نصب میکنم تا پنج سال بعدم همونیه که هست نه کند میشه نه ویروس میگیره نه نمیدونم بلای دیگه سرش میاد ماکسیمم اینه که نمیتونین باشه سری فایل‌ها رو پخش کنین و این جور چیزا. ولی همونی که هست هست تا همیشه میخوام خیلی هم در نقش پیغمبر لینوکس ظاهر نشم اشکال هم داره نرم افزار همه این نرم افزارها اشکال داره ولی در کل پایدارتره در مثلا برای یه سرور که میخواین دیگه به سر نزنین خیلی چیز خوبیه خیلی 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 مهمه که ما میگیم نرم افزار آزاد فقط یک سورس نیست که شما استفادهش میکنید نرم افزار آزاد در این حال استاندارد آزاد هم هست من حق دارم فایلمو باز کنم همین دوستانی که صفر رو نمیدونستن چیه قول میدم که احتمالا یه سری چیز دارن از قدیم فلاپیایی که نامه های عاشقانه هستش کپی پیست نمیدونم های یاهوشون توش هستش ولی دیگه نه فلاپی کار میکنه نه اون فایل فرمته کار میکنه نه توی دی آر چیزی رو میتونن لود کنن وقتی من استاندارد نیست فرمتم یه دردسر بزرگی رو درگیر شدم یعنی رفتم توی بازی که همیشه تو همون بازی میمونم میرم توی سیستمی که در واقع هی باید اون تو بمونم ولی وقتی دیتا ها میارم تو فرمت استاندارد مثلا میگم من XML دارم نمیدونم اوپن داک دارم من میتونم مستقل از برنامه اینی که با چه برنامه ای در اون لحظه دارم کار میکنم استفاده کنم از اپلیکیشن‌های های مختلف با همون فایلم یعنی من یه نامه مینویسم با هر برنامه ای. امروز گفتم لیبر آفیس خوب نیست من از این بعد میخوام با اوپن آفیس کار کنم میتونم اون فایل رو باز کنم حتی گفتم من میخوام با مایکروسافت ورد کار کنم میتونم همون فایل رو باز کنم در واقع استاندارد کردن محتوا خیلی مهمه فایل که ما تولید میکنیم باید در طول چند سال آینده قابل استفاده باشن و این یکی از که فاست خیلی مهمه داکیومنت آزاد ادامش خیلی زیادی هستش یه لیستی ما میتونیم گنده بنویسیم ولی شبیه ایناست که کلی استدلال میکنن افراد که بهشون گوش میدن حالا یا غیر معقوله یا اینکه غیر معقوله دیگه لوکالایزیشن میتونیم بکنیم اون آخر رو بردم. برای جاهای مثل ما پیچیدگی های واردات تحریم نمیدونم اینجور چیزها خیلی کم میشه در واقع من میتونم همیشه ازشون استفاده کنم به شکل آفیشیال امکان دیولوپ لوکال سافتور کپاسیتی به من میده من بدون اینکه سواد عجیبی داشته باشم وقت عجیبی بذارم میتونم کارهای عجیبی بکنم یکی از دلایل دیگه است که این لباس رو براتون پوشیدم در واقع یک جادوگریایی میتونیم بکنیم که خیلی عجیبه ولی در واقع شما هیچ کاری نکردین تو علم بهش میگن سوار شدن روی دوش قولهای دیگه انگار یک کلمه آدم یک کلمه کار باحال کردن من میام روش اون وای میستم چون اجازه دارم چون نرم آزاده من میتونم استفاده کنم ازشون یهو یه کار عجیبی میکنم تو یه هفته تو ماشین لرنینگ خیلی جواب میده مثلا شما اگر چه زبون آزاد مثل پایتون استفاده کنیم و یه لایبری آزاد مثل مثلا سای پای، لرن پای و اینجور چیزا بهتون اجازه میده خیلی سریع الگوریتمایی رو پیاده کنید که یکی دیگه بدبخت کلی تلاش کرده باهاش پول در ورده زندگی کرده داده دست شما فقط این شرط ها رو داریم که اگر شما تغییری میدین بهتر میشه بعد دوباره به اونها هم بدینش ولی در نهایت بازار کارینو با علاقه از شما میخواد مثلا کسایی که توی کار دیتا ساینس میان کسایی که میان تو کار ماشین لرنینگ سریعا نرم افزار آزاد رو با علاقه قبول میکنن چون که در واقع ادپت میکنن قبول نمیشه چون که دلیلش این میشه که خیلی خیلی راحت میتونن برن وایسن روی دوش قولهای دیگه و خیلی قدشون بلند بشه به جای اینکه از زیر شروع کنن همه چی رو برای خودشون بسازن چیکار کنم حرکات کنم و مشکلات پایرسی آی پی آر تی او و اینجور جور هم که خیلی خیلی کم میشه یعنی من intellectual property و قوانین تجارت جهانی و اینجور چیزها هیچ قانونی رو زیر پا نمیذارن با این کار اگر یه شرکت خارجی بیاد تو ایران خیلی براش مهمه که شرکت شما از نرم پایرسی استفاده نکنه جزو اصول خیلی مهم خیلی از شرکت هاست وقتی شما تو این دنیا دارین کار میکنین بهتون اجازه میده که خیلی راحت با اونا همکاری کنین نکته جذاب اما اینه که شما واقعا دارین استفادهش میکنین در حال حاضر فول اسکرین داره این دستگاهه همین خوبه همین الان شما استفاده فکر فول اسکرینش پنجره گنده میشه ولی خیلی هم مهم نیست در واقع بخش بزرگی از کارهایی که ما میکنیم تو دنیای فاس اتفاق میفته اون اینترنت رسیدم جلو خیلی به نظر دراز شده اینجا به نظر دور به نظر نزدیکتر بود اون اینترنت که اونجا کشیده خیلی از گوشی هایی که دست ماست کرنل های فاس دارن در واقع نرم آزاد دارن تقریبا هر سایت بزرگی که ببینین در سطح جهانی زیرساخت فاس داره لینوکس پشتشه، آپاچی پشتشه، اینجینیکس پشتشه، هدوب پشتشه، اچ بیس پشتشه و خیلی خیلی تکنولوژی های دیگه از این هم اگه یه پله بیاین جلوتر در واقع در اوه اون دوج که زدم دیگه این چیزی شد این از اونجا هم که بیاین جلوتر در واقع شما هم اکثرا دارین از این استفاده میکنین خیلی خب میدونن خیلی ممکنه در واقع بدون اینکه مستقیما باش درگیر باشیم استفاده کنیم چیزایی مثل در واقع این رنکینگ ده تا زبون برتر جهان رو آوردم حالا جاهای مختلف رنکینگ های مختلفی دارم ولی این یکی از معتبرترین چون حجم خیلی زیادی از در واقع جاهای مختلف رو سرچ میکنه سایت ها رو سروی میکنه شرکت‌ها رو میبینه محصولات پروژه‌های بزرگ رو میبینه و میگه بیشترین زبون‌های های پرکاربرد جهان چی حداقل توشون پایتون سی شارپ آر پی اچ پی فکر میکنم جاوا اسکریپت هم جاوا اسکریپت و روبی زبونهای آزادن یعنی هر کسی حق داره در هر شکلی که میخواد از اینا استفاده کنه پرزن جاوا این شکلی نیست کمپایلر آزاد نیست تا حتی خیلی زیادی برابرهای آزاد داره میتونیم در موردش حرف بزنیم همینطور سی استانداردهای آزاد دارن پشتشون و ایمپلمنتیشن های آزاد ولی اون مجموعه که گفتم 100 درصد آزادن در واقع اینجا فقط فکر میکنم مطلب دهمه ده که هیچ و آزادی نداره این همه یا فقط مال منه به سخنان بعدی بگیم که من اینجوری خوردم در نشه در واقع ما در حال حاضر مشغول استفاده ازش هستیم چه بدونیم چه ندونیم چه تو محصولاتی که استفاده میکنیم مترویی که سوار میشیم گوشیی که دست نمونه تمام سیستم مخابر. مخابراتی تقریبا تمام سیستم بانکی همش تقریبا در افزار آزاده و از اون طرف موقع کار روزمره و همین هم این اتفاق می افته. نمونه های موفق خیلی زیادی هم داره. مشهور که ما همچه سمی کنیم مثال بزنیم سوپر جهانن. در واقع تقریبا 100 درصد سوپر کامپیوتر جهان روی انواع لینوکس ها و نرمافزارهای آزاد ران میشن. سبز لینوکس ولی بقیهش لینوکس کریه، بعدیش زوز لینوکس بعدی سنت او اس در واقع همینجوری لینوکس ها میان پایین حتی تو بخش آدرش هم حجم زیادشون انواع لینوکس های دیگه در واقع فقط ما یک دونه ماشین داریم که با ویندوز کار میکنه تو سوپر تریس 500 سوپر کامپیوتر اول جهان تو رنکینگ کماکان تکرار کنم نمیگم ویندوز بده استفاده نکنید میگم آلترناتیو ها رو ببینید در واقع من معتقدم شدیدن که کامپیوتر یه ابزاره در واقع اون اگه من دارم میرم تو اینترنت میچرخم کلا وقتم محاسب بشه تلف میکنم اینترنت وقتی که بهتون خوش میگذره و میگذره وقت تلف شده نیست وقت تلف شده اونه که آخر روز احساس تباهی میکنیم اگه من وقتمو تلف میکنم هیچ فرقی برام نمیکنه تو ویندوز تلف کنم یا تو اون. اگرم کار خوب انجام میدم هیچ فرقی برام نمیکنه که توی ویندوز تلف کار خوب انجام بدم یا توی لینوکس نکته حساس اینه که ما آلترناتیوا رو ببینیم وقتی یه گروه خیلی حرفه‌ای نشستیم دوره هم که همه کارشون اینه خیلی خوبه که دید عمومی داشته باشن روی تمام چیزهای دیگه ای که هست حتی اگر لینوکس کاریم بریم مثلا پی سی بی رو تست کنین یونیکس ها رو تست کنین دائما اون دیدمون رو وقتی گسترش میدیم هم تو بازار کار بهترین امروز هم روز من نیست هم تو بازار کار بهتریم هم, هم, هم میتونیم ادوانتیج های خوبی رو به شرکت ها و پروژه هامون بیاریم در واقع من وقتی کار بقیه رو دیدم خیلی راحت میتونم اضافهشون کنم به در کاری که دارم انجام میدم با داشتن اون دید ساکسس استوری بعدیمون سعی کردم مثل براتون پیدا کنم خیلی موفقیت بزرگی ظاهرا نداریم ما ولی حداقل شرکت ها نکات مثبتی رو توش می‌بینن به خصوص در این مدت حالا چون بحث وبه خیلی 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 زیاد شرکت های متنوع دارن میان به این سمت اپل یکی از مشهوراش سویفتش رو اوپن سورس کرد خود مک او رو که خیلی دوست دارن و خیلی دوست داریم و پیشنهاد میکنم اگه بازم میخواین تستش کنین همیشه به هکینتاش هم فکر کنین فکر نکنین فقط مال بچه پول داراست در واقع هکینتاش به شما اجازه میده که این سیستم عامل رو نصب کنین روی دونه کامپیوتر با معماری پی سی میتونین تست کنین ببینین چه جوریه فکر نکنین که دور از دسترس عجیبیه که فقط بچه پول دارا دارن شدیداً داره به سمت اوپن سورس اپل حرکت میکنه حتی open Source. رو داره سویفتش رو اوپن سورس کرد که حرکت بزرگی بود خود مک او اس کرنلش در واقع یا کرنل یونیکسی بی اس داروین اسمش فکر کنم هنوز داروینه؟ نه بله هنوز اسمش داروینه گفتم شاید اول شده نمیدونم و نتیجهش اینه که در واقع می‌بینین که شرکت های بزرگ اینوری میان همچنین مایکروسافت مایکروسافت که اخیرا اصلا کارهای عجیب میکنه که خیلی هم باعث خوشحالیه مایکروسافت لاو لینوکسه یه نامه مشهوری هستش از بیل گیتس که توضیح میده که این لینوکس خیلی مهملیه و هیچ وقت پیروز نخواهد شد و حابی یه سری آدماست و فانیه و این جور چیزا ولی اخیرا این خبر رو داشتیم که علاوه بر اینکه مایکروسافت داره شدیدا به اوپن سورس میاد در واقع بکنم بخش کور دات نتش رو اوپن سورس کرد ادیتور اتم رو یه تغییراتی داده به عنوان ادیتورش معرفی کرده بگم <coughs> دستم اینو دیگه چند وقت پیش توی یه خبر عجیب اعلام کرد که مایکروسافت داره یه لینوکس هم درست میکنه در واقع بزرگترین دشمنشه تقریبا یک جمله خیلی طولانی نوشته مایکروسافت یه چیزی که نمیدونم چیکار میکنه که برای نتورک هاست. که برای چی که چی چیه که چی چیه که وابسته به لینوکس روی لینوکس درست شده ما داریم این رو توسعه میدیم که خب خیلی خیلی خبر عجیبی بود برای آجر در واقع سیستم نتورکی خودش در نتیجه تمام شرکت‌های بزرگم بزرگ دارن به این بر حرکت میکنن لازمه که ببینیمش بازم تاکید میکنم نمیگم هر کی سمت بس دست داره ضرر میکنه داره بیچاره میشه داره از بین میره در واقع میگم یه اپورتونتی جلوتون هستش که باید ببینینش در واقع حداقل آبخشی از آینده رو میتونم بگم که به این سمت داره میره ولی ما همیشه اینم هم میگیم که الزاما همش هم بحث این نیست که چه جوری پول دارشیم کجا کار هست کی پروژه داره ما میخوایم زندگی کنیم و یه زندگی خوب و فانی و خوشحال در نتیجه یه خوبیه داستانای فری سافتور اوپن سورس ما همیشه در مورد حقوق بشر هم میگیم آدمهای باحالی توش جمع میشن اگه به کانونشن های فری سافتور نگاه کنین این مال دفکانه عکس خیلی شادیدن این این مال زنجان لاگه فکر کنم آدم های فانی وقتی میایین یه جایی احساس خوشحالی تر دارین انرژی بخشتر دارین میتونین 15 دلار بدین مواتون رو اونجوری کنین 15 دلار میرسه به خیریه میتونین بیاین جشن میکر پارتی شرکت کنین میکر پارتی رو هم دنبال کنین چون اکثرا وبی هستین موزیلای شرکت خیلی خوب یه سری پیشنهاد جشن میده میگه همه حق دارن بفهمن تو وب چه خبره با همین ایده های آزاد نباید یه چیزی رو استفاده کنین که اصلا نمیدونین چیه یه روز ظهر که ما اعلام می‌کنیم از قبل همه جهان در فلان تاریخ دوستاتون رو دعوت کنین خونتون خانوادهتون و پدر بزرگتون و هر کسی رو دور میز ناهار بهشون توضیح بدین که وب چیه دو تا HTML بهشون نشون بدین یه فایل آپلود کنین بفهمن هاست چیه یه درکی از تکنولوژی زیر دستشون داشته باشن بیگانه نباشن از اون تکنولوژی این مال یه میکر پارتی بوده اینم که بعد از جشنه آ اینم خیلی خوبه این مال دفکانه یه پازلی همیشه هستش که خب بهترین هکرهای جهان جمع میشن یه جایی و یه پازل بزرگی رو سعی میکنن در طول چند روز کنفرانس حل کنن کارگاه های قفر شکستن دارن غذا هم میخورن در واقع نرم افزار آزاد همش هم بحثمون این نیست که تو شما موفق تر خواهید بود از نظر پولی بحثمون اینه که این یه فرهنگ هم هست توش آدما دوست دارن خوشحال تر باشن دوست دارن پر انرژی تر باشن با هم مهربون تر باشن جزو اصول چهارگانه شون دو تاش اینه که یکی من حق دارم اینو بدم به دوستام دومی که من میتونم تغییرش بدم و بازم پخشش کنم در واقع شیر کردن توشون خیلی مهمه ایده این که من تنها بیام تنها برم نیست من موفق باشم بقیه بمونن ایده این که همه دور هم جمع بشیم و کارهای باحال بکنیم علاوه بر اون یه شیوه دیولپمنت هم هست یعنی من وقتی نرم افزارم آزاد میکنم نمونهش فایرفاکس موزیلاست. فایرفاکس موزیلا تقریبا یه پروژه شکست خورده بود که آی, آی به طور کامل از بازار خارجش کرد زمانی که موزاییک و اینجور چیزا بود پروژه رو باز کردن گذاشتن رو اینترنت گفتن هر کی میخواد میتونه با این پروژه کار کنه تغییرش بده بهترش کنه و هر چی یه چند نفر رفتن تو موزیلا کاراموز گرفتن و شروع کردن دائما اینو تغییر دادن الزامن با آزادی یکی نیست باز بودن وقتی پروژه رو باز میکنین همه میتونن ببینن باگاشو ببینن به شما خبر بدن و بهترش کنین یا حتی مستقیم شروع کنم بهتر کردن پروژهتون در نشه مثلا فایرفاکس ازش اومد بیرون که خب در یک دوره خودش خیلی اتفاق عجیبی بود فلگشیپ نرم افزارهای آزاد ما برای عموم بود ولی الزامن هم اینجوری نیست که شما یه پروژه شکست خورده رو بیاین آزاد کنین هدوپ به عنوان تقریبا مشهورترین سیستم بیگ دیتا فعلی یه استک خیلی بزرگ خیلی خیلی آزاد داره در واقع اینجوری شد که گوگل یه مقاله منتشر کرد که ما چیکار می‌کنیم که تقریبا کل کپی اینترنت زیر دست ماست خیلی عجیبه دیگه تو در واقع انگار همه اینترنت رو با بخش بزرگی از سابقش داری و توش میتونی بگردی یه مقاله منتشر کرد که تکنولوژی بیگ تیبل ما چی کار میکنه هدوپ، گوگل فایل سیستم من چه و سریعا شرکت های دیگه شروع کردن برای اینکه بتونن تو این بازی بمونن لینکدین، فیسبوک، یاهو، بزرگترین شرکت‌های دنیا محصول‌های بسیار استراتژیکشون رو مثل اچ بیس، اچ دی یارن، اوزی، پیک چیزهای خیلی مختلفی رو تا این پالا این نیست متاسفانه اوپن سورس کردن دادن به یه بنیادی به اسم بنیاد آپاچی مسئولیتش رو بر عهده گرفت که بیاد اینها رو کنار هم بچینه و به عنوان یک پروژه آزاد به بقیه هم بده سوال خیلی سختیه فیسبوک برای چی باید بیاد اچ بیسی که برای خودش نوشته رو اوپن سورس و فری کنه به همه بده برای اینکه میخواد از بازی عقب نمونه یه بخشی از آینده وب میشه یعنی یه بازی شروع میشه که توش همه دارن رو دوش هم سوار میشن پیش برن من اگه بخوام مستقل رشد کنم تقریبا شانسی ندارم در واقع به این دلیل تقریبا همه قاطی بازی حدوب شدن برای اینکه هم چیزای بقیه رو و هم میخواستن که درست کردن و بقیه ببینن و پیش بره در الزاما برای پروژه هایی که به سمت شکست میرن نیست این روزها اتفاقا برای پروژه هایی که دارن شدیدا با قدرت پیش میرن پول در میارین باش یا نه سوال همیشگیه بدون شک پول در میارین آقا هر میبینین از قاچاق مواد فکر پول در آورده ولی یه قرون دوزارم از این برم در میاد میلیاردرای بزرگی توش داریم میلیونرای بزرگی توش داریم شرکت بسیار موفقی داریم که تو ایران هم حتی در واقع با روش اوپن پیش رفتن توش پول هست در واقع پول به نظرم فاکتور مستقلی از اوپن یا بسته بودنه در واقع شرکت ممکنه پول در بیاره ممکنه نیاره مثل اینکه بگیم اگه با سی شارپ کار کنم پول در میارم یا اگه با پایتون کار کنم با هر کدومش ممکنه ممکنه در بیارین ممکنه در نیارید در نتیجه سمپل های خیلی زیادی تو ایران و بیرون ایران داریم که پول در آوردن از اون مهمتر به شهرت هم میتونیم برسیم در واقع کامیونیتی که الان اینجا نشسته به نظرم کامیونیتی که این جنبه براش جذاب اکثرشون احتمالا شرکت‌های خیلی بزرگ اداره نمیکنن یادمونم چند نفر شرکت بزرگ کار میکنن بزرگ به بالای 20 نفر می‌گیم مثلا خب با توجه اینکه شما اکثرتون در شرکت بزرگ کار میکنین به قبلی برمیگردیم نه تقریبا نس نس بود و خوب بود خیلی خوشحال کننده بود این یه پسر است 12 سالشه از فایرفاکس چک جایزه هکش رو دریافت کرده جایزه داره فایرفاکس که قبلا 500 دلار بود بعد کرده 3000 دلار و این افزایش قیمت باعث شد که بتونه کلی باگ دریافت کنه خب یه برنامه اوپن سورسه پسره که اسمش آدم نیست وقتی تو دو دوازده سالگی میتونه این کارو بکنه و یه مشکل سکیوریتی رو نشون بده بدون اینکه خیلی هم کار عجیبی بکنه یه تغییرات کوچیکی تو فایرفاکس میدن میذاره ران بشه هر روز باهاش کار میکنه بعد میبینه کجا مموری لیک داره وقتی مموری لیک میبینه میره پیدا می‌کنه که اوکی من چیکار کردم که مموری لیک به وجود اومد اون باگو ریپورت میکنه به فایرفاکس خب همچین آدمی مطمئنا شما اگه یک دونه از اینجوری تو رزومتون داشته باشید مستقل از اینکه روزنامه در موردتون می‌نویسند و مستقل از اینکه یه خوره پول میگیرین در حد ده میلیون تومان برای مثلا ده روز کار مهمترش اینه که تو رزومتون یه چیزی دارین که یه مشارکتی کردین که خب هر جا برین شما رو حلوا حلوا میکنم به استلام. همین کار رو توی خیلی جای دیگه هم میشه کرد مشارکت در پروژه های اوپن سورس ای هست خیلی هم چیز عجیبی نیست تصوری ما داریم که این کد غیر قابل خوندنه حالا من به همه آدم میگم برین کد بخونیم بعد میگم که کدوم پروژه رو بخونیم خیلی کار سختیه تقریبا اکثر کد غیر قابل خوندنه به خصوص که همه از کرنل لینوکس شروع میکنن ولی مثلا توی چیزهای کد بسیار تمیزی داره آموزش میتونه بده و میتونه ازش یاد بگیریم ممکنه بتونین کامیت هم بکنین اگه این نیازی دارین ما خیلی وقتا تغییراتمون رو میدیم ولی تغییراتمون رو آپستریم به بقیه نمیدیم که نظر حقوقی کار اشتباهیه ولی خب کسی نمیفهمه اشکال هم نداره ولی در واقع داریم خودمون رو محروم میکنیم از یه شهرت خیلی 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 بزرگ و آینده داری در نتیجه میتونه تو هم بهتون کمک کنه و در نهایت هم دعوتتون میکنم به این دنیا در نقش دعوت کنندتون اگر آشنا نیستین حتما یه وری برین میتونین تقریبا همه نرم که اینجا داریم اوپن سورسن هستن میتونین هر کدومشون رو دانلود کنین نگاهی بندازین از لینوکس شروع کنین کانفیگ آپاچی رو خیلی خوب بلد باشین کامپایل کانفیگ انجینیکس امروز همه دارن از آپاچی میرن اینجینیکس. اگر یکی خوب اینجینیکس بلد باشه میتونه خیلی 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 پروژه خوبی بگیره ببخشید نیما جان که بازار کارو خراب میکنم ولی دستو زیاد میکنم MySQL به پستگرس یه دوکونه خوب دیگه است و پروژه های خیلی بزرگتر اگه میخواین جدی بگیرین هدوپ هرچی تقریبا هر چی من هر چی من به ذهنم میرسه وی که اینجا شده نیستش من وی رو خیلی دوست دارم فدورا یه لینوکس نصب کنین و خلاصه به دنیا آره چون پنج دقیقه وقت دارم سوال جواب کنم یا بیام پایین از برنامه من عقب این فکر کنم البته سوالی هست؟ نه که سوالی نیست شما بودی؟ حله من کار فانی براتون بکنم پنج دیگه حله؟ <applause> مرسی ازتون